فکر و ایدئولوژی. به همین دلیلی که من امروز روز از شما خواهش میکنم اگر تظاهراتی هست، اگر فراخانی هست، برید و از مجاهدین خواهش میکنم که بذارن طرفداران هر سیستمی که هست بیان در قالب یک ملت برای احقاق حق 3500 ایرانی که ایرانی بودنش فراتر از مجاهد بودنشه. اینا در اصل ایرانی هستن بعد مجاهد هستن، و بذارید که ما همه ایرانی ها پشت سر این 3500 نفر باشیم دیگه. اینجا به نظر من این تئوری شیخ و شاه یک تئوری غلطه. بذارید سلطنت طلبان میان حمایت کنه از 3500 ایرانی. اینا تنها مجاهد نیستن، اینا ایرانی هستن که مجاهدن، اونها ایرانی هستن که سلطنت طلبن. ستار دلدار ایرانی است که به همه افکار اعتقاد داره. به من نقش بدید، به سلطنت طلب نقش بدید، به کمونیست نقش بدید، به کرد کماله، به کرد دموکرات نقش بدید، نقش بدید که ما در یک بازی میلیونی بتونیم به طرفداری از مجاهدین برخیزیم. همین مشکلاتی که فکر میکنید که مجاهدین مثلا با سلطنت طلب یا با شیخ داره، خب با دموکرات های کردستان هم داره، با کماله هم داره، ولی که زیر چتر ایران تمام اینا فراموش میشه. ما برای دفاع از 3500 ایرانی بی پناه، بی سلاح و تحت ستم و در آستانه در واقع یک توطئه هولناک که ممکنه صبح بلند شی بگیم تمام سر 3500 نفر رو بیخ تا بیخ بریدند، ما باید به خاطر دفاع از هموطن خودمون بپاخیزیم. و امیدوارم این ندای من و سازمان مجاهدین خلق پاسخ مثبت بهش بده و بذاره که همه ایرانی ها با هر سلیقه و با هر مرامی بیان در تظاهرات همگانی در کنار اونها برای رهایی و ساختن یک آینده مطمئن برای 3500 نفر با همدیگه همزبان فریاد بزنن و برای یک بار و شاید برای همیشه این مرزبندی ها رو ما از بین ببریم. و الا با مرزبندی ما هرگز نمیتونیم به اکثریت برسیم. این اون چیزیه که من به تفکر وامی داره که چرا من باید عضو حزبی باشم، چون احزاب ما، سازمانهای ما، تشکیلات سیاسی ما همه مرزبندی دارن، میگن یا ما یا هیچ کس، در حالی که هیچ کدوم از اینا به اکثریت نخواهند رسید هرگز در مملکت ما. من اینو با شهامت خدمتتون عرض میکنم، با شهامت تمام میگم که اگر ائتلاف سرتاسری ایرانی صورت نگیره غیر ممکنه، غیر ممکنه سلطنت طلب بدون مجاهد، بدون آخوند، بدون ملیون، بدون کمونیستا، بدون جمهوری خواهان بتونه دووم بیاره. همینچنین مجاهدین، یعنی چنین چیزی اصلا غیر ممکنه که مجاهدین بتونن یک مملکت 70 میلیون مثل ایران رو بدون ائتلاف همه گروهایی که میگن نه این نه اون بتونن اداره کنن، غیر ممکنه. منتهی میشه به یک حکومت دیکتاتوری خونین، چون مجبور هستن اصلا ببرن به سمت سلطنت طلب که شاه دوسته یا شیخ که هنوز دنبال جمهوری اسلامیه، در حالی که من معتقدم حتی طرفدارای جمهوری اسلامی در یک حکومت ائتلافی ملی میتونن به اندازه قدرتشون سهم داشته باشن در حکومت، نه اینکه تمامیت حکومت رو کاری که الان دارن میکنن. اون وقت ما میتونیم دموکراسی داشته، اون موقع میتونیم زندان کهریزک نداشته باشیم، اون وقت میتونیم زندان اوین نداشته باشیم. بلا تا داستان شیخ و شاه هست که نه این باشه نه اون باشه، نه این باشه نه این باشه، فقط دوستانی که من قبول دارم باشه، میشه خمینی، همه متحد برای من، چنین چیزی دیگه نیست. بنابراین این ندایی که من امروز سر میدم نه ندا از دفاع از مجاهدینه، بلکه دفاع از ملیت 3500 ایرانی بی پناهه.
در این موردم حقیقتش اینه که نمیخوام با طرفداران مجاهدین بحثی بکنم، چون یه داستانی است که باید پذیرفتش، باید پذیرفت که هر ایرانی محترمه و هر کسی که به اندازه قدرتش میتونه سهم داشته باشه در ایران فردا. چه اشکال داره مثلا شاهزاده رضا پهلوی هم به اندازه قدرتش تو مملکت نفوذ داشته باشه، اصلا بیاد بره زندگی کنه، و اگه ملت خواست خب مشروطه سلطنتی بشه، یا اگر نخواست چارت نماینده سلطنت طلب هم تو مجلس باشه، یا اگه ملت مجاهدین نمیخوان میگن اینا بدتر از آخوندان، مثلا به اندازه قدرت شما مثلا 30 تا 40 تا نماینده تو مجلس داشته باشن. بنابراین این فرمول یک فرمولی ملی، یک فرمولی که تمامیت رو در بر میگیره. بنابراین امروز خوشحال نباشید که مجاهدین رو دارن میکشن و بگیم گروه پدرشون شنیدن میگن ببخشید من با شما بیرو درواستم، ببین نداره، نه اینا وطن هموطن ما هستن، بذارید از قدرتشون استفاده کنیم. خیلی خب، برنامه نوت بنده ساعت 6 بعد از ظهر امروز برای حمایت از مجاهدین خلق در عراق مقابل فدرال بیلدینگ برگزار خواهد شد. فکر کنم فدرال بیلدینگ لس آنجلس. به هر مطالب زیادی دوستان مجاهد من برای من فرستادن، به روی چشم کجا تظاهرات چی هست، اصلا ما تبعیض قائل نیستیم برای ایران، وقتی من طرز تفکرم اینه بنابراین برای من هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ما تا زمانی که در واقع من دید کلی ایرانی رو میبینم همه اینا برای من برابر هستن، همه ارزش دارن، همه منزلت دارن، همه قرب دارن. بنابراین چشم سایت میدونم که ایمیل های فراوانی امروز مجاهدین برای من فرستادن، چون مرتب زنگ میزدن و ایمیل آدرس من میپرسیدن که خدمتشون دادم صحبت میکنید. خیلی خوب، اجازه بفرمایید که چند تا پیام بازرگانی اتاق فرما میتونیم؟ خیلی خوب، نه نمیتونیم. خیلی خوب، حتی اتاق فرمان اگه بتونیم، بله خیلی ممنون میشه. چند تا پیام بازرگانی رو میبینیم و من برمیگردم و در مورد مسائل امروز بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. جایی نرید، با آپادانا باشید و آخرین مطالب و گزارش‌ها رو به اطلاع شما خواهران و بعد قبل از اتاق فرمان آماده شه چیز خدمتتون هست. تلویزیون آپادانا چون اینو به من گفتن و من مجبورم، میگن چرا نمیگید، ما یک مهمانی ماهانه داریم تلویزیون آپادانا که طرفدارای تلویزیون آپادانا میان دور هم جمع میشن، در واقع کمک میکنن به هزینه های اون ماه تلویزیون آپادانا. مهمانی بعدی ما همین شنبه است، همین شنبه اول آگست در رستوران فاز در شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا، رستوران فاز شنبه 8 شب، آقای فخردین، آقای علی فخردین هستن تحت عنوان حاج آقا انارکی و علی فخردین، یک استنداپ کمدیه، یک برنامه کمدی یکی دو ساعته است که آقای فخردین میشناسید، یک قسمتش خودش هست، یک قسمتش که لباس آخوندی میپوشه و در واقع یک کمدی انتقادی از آخوند هاست در مورد مسائل امروز ایران، همین مسائلی که ما درش هستیم، یک کمدی خیلی قشنگ یه برگزار میشه با شام این برنامه و قیمتش هم 100 دلاره. حالا شام و برنامه در سیستم فاز 100 دلار. اگر دوست داشتید که در این برنامه شرکت کنید قبلا باید زنگ بزنید به ما هموطنان در شمال کالیفرنیا. این برای بودجه ماهانه تلویزیون آپادانا است و معمولا از کردم 150-160 نفر از دوستان من، دوستان تلویزیون آپادانا، این شماره تلفن رو میذارید تا فرما که بخواد بیاد، میتونید همین الان هم زنگ بزنید و در واقع رزرو بکنید جاتونو. 150-160 نفر، 170-180 نفر بیشتر ما معمولا نمیتونیم داشته باشیم، نداریم هم. اینی که میاد اونجا دو تا تیر با یه تیر دو سه تا نشون میزنه، یکی شام خوب میخورید، یکی برنامه کمدی آقای علی فخردین آخوندی رو میبینید و انتقادی، و بعد در واقع کمکی کردید به تلویزیون بودجه اون ماه تلویزیون آپادانا. من تا حالا این از تلویزیون اعلام نکرده بودم، بلکه دوستان میگن آقا تو چرا اعلام نمی کنی؟
اگه اعلام بکنی خیلی